گر 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 مسابقه جدید ماه دولا نجند در مقابل حریفی از جمهوری چکو براتون آوردن. مثل که اون حریفی که از رومانیا بوده یه چیز فیک بوده که توی فانتزی کارت آره 61 درست کردن، یه شایعه‌ای بوده که شایعه خیلی بدی هم قرار نیست فکر کنم اتفاق بیفته، ولی الان جمهوری چکو داریم، اسم جمهوری چک میاد آره. اسم فایت بعدش باید بیاد، آره دیگه، یعنی جزء 5 تا چیز ریلیتدیه که وقتی بعد از گفتن جمهوری چک میاد آره. امیدوارم متوجه شده باشی چی گفتم. ویدیو رو یه بار بزنید عقب ببینید، ولی این ویدیو رو دوبار ببینید. حریف قبلی واحد نژندم یعقوب بهنیک از جمهوری چک بوده، برای بک محسن قهار اگه نمیشستین که واحد نژند از پسش بر اومد. این حریف هم از جمهوری چک، اسمش مکس، فامیلش خیلی پیچیده است، اصلا تلفظ سخته، هندل سرسختره. آره دقیقاً تو این ویدیو قراره بریم یه جزئیات کوچولو از جفت فایترها ببینیم، واحد نژند و این رفیق و یه فایتی هم از این رفیقمون ببینیم، سبک فایتشو ببینیم که آیا وادن اجان فایت سخت یا پیش رو داره یا فایت آسونی. میخوایم این دوتا فایتر رو با هم دیگه آنالیز کنیم ببینیم کی سنگین تره. برو که رفتی قرنی که بریم. خیلی ها توی کانال و گروپ تلگرام عضو نشدن. چرا؟ چرا دوست داری با ما حرف بزنی؟ خلیفه یانگی، بابا پرویز اونجا هستن، با هم دیگه اونجا صحبت میکنیم. الان خیلی از دوستان از جمله آرش نظری هم اونجا هست. مثلا آرش که هست دیگه، چرا تو نباید جوین بدی؟ همتون جوین بدید، اونجا قراره با هم دیگه اختصاصی صحبت بکنیم. صحبت کنی اصلا جدای از اون. همین حالا یکی لینک ویدیو فرستاد، همین حالا گذاشتم میخوام ریاکت بدیم. اونجا میتونید ویدیوهایی که دوست دارید در موردش ویدیو بسازیم اونجا پیشنهاد بدید، خیلی سریعتر چک میکنیم. اصلا این گروه ما ساختیم برای اینکه نمیتونیم تمام کامنت ها رو جواب بدیم، وقتشو نمیکنیم، ولی اونجا دیگه کاملا مشخص همه شخص. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم و بیشتر از این وقت تلف نکنیم. آقا اول از همه میریم داخل وبسایت سایت اوکتاگون که دیگه این دفعه ببینید که این دیگه سندش الکی نیست که بگیم مثلا مثل اون قبلیه دروغ بوده. توی اوکتاگون 60 برابکس توی فایت کارت ها یه بار دیگه میریم اینجا با هم دیگه میبینیم تو قسمت ایونت که بیاین کلیک کنین اوکتاگون ام ام ای که اون بالا هست. آره تو رویدادها اوکتاگون 60. خب تو فایت کارت ها که بزنید، یعنی قبلی 59 بود این الان 60؟ نه قبلی 58 هنوز، این خیلی جلوتره، فکر کنم 2 ماه 3 ماه آینده قراره. شاید هم 2 ماه دیگه نمیدونم، شاید هم 59 هنوز استارت نخوره، فکر کنم آره. این ماه استارت آره این ماه استارت بخوره. اینجا میبینید که واحد نژند توی والتر وید در مقابل مکس هندنگیک از جمهوری چک گذاشته. تعداد برد حریف خیلی یه دونه بیشتره، ولی باختش خیلی بیشتره. آره اینم خیلی خیلی بیشتره به نظر من. 6 تا باخت داشته، خیلی از حریف ضعیفیه. فکر کنم خیلی راحت واحد اولنژان برنده شه، ولی هیکلی هم بخوای ببینی برای وکس شبیه این چیزه بوده و فیلمه که یه آدمخوار بزرگ به صورت رباتی توی فیلم بازی میکرد، این شبیه همونه. حالا یه چیزی هم بگم بچه‌ها، واحد اولنژان 8 تا برد داشته، ولی 8 تا برد توی کجا؟ کجاش پرفشناله؟ خب اینا فکر کنم کلیه پرفشنال هست، ولی کجا توی این سازمان فقط یه دونه برد داشته، ولی 9 تا بردش توی این سازمان بوده، اکثر بردش فقط. آره اینجوری بوده. این حالا راجع به شرق نکرد، این کلا فایت کارده بچه‌ها. حالا فایت کارد اصلی هم نیومده و اینو می‌بینیم. حالا تاریخش هم اگه اطلاعاتی رسید حتما تاریخش هم اعلام می‌کنیم. مشخص خاص نشده، کمیسیون هم معلوم نیست. آره اینا که اصلا معلوم نیست. یه دونه زن هم همیشه بینشون می‌ذارن یا دو تا دوست داری؟ مثلا داوره که گیر داده بودی داستان هم اینجوریه. خب بچه ها یه ریزه فایت هم ازش ببینیم، یه فایتیه که تو اکتاگون 31 بوده این رفیقمون داشته. بریم ببینیم یه آنالیزی بکنیم ببینیم چند مرد حلاجه. خب بدن بدکی هم نی بدنی که جالب، ولی بدن اصلا پشیزی که اهمیت نداره. فایت هم به نظرم که خفن ترین فایت واحد میشه این فایت، به نظرم یکی از خفن مچ میشه. به این واحد به نظرم تا الان اگه بود جای اون رفیق موزردمون تا الان حمله کرده، یعنی اتک زده بود زمینی کرده بود. واقعا امیدوارم تو زمینی زیاد قوی نباشه. هیچی هنوز معلوم نیست. دو تا فایتاشو دیدم زمینی بد نبود. خب کیکای پشت سر هم هوایی که داره ضعیف عمل میکنه، یه سری کیکا میزنه. چه کیکی بود زرد؟ البته حریفش هم زیاد چیزه میدونی سوسک ماستیه، حریفش شبیه جاستین بیبره. من از خب. یه سری حرکاتای گولزنکانه میزنه مکس برای که حریفو یوهو واژگون کنه، ولی خب فایتر استرایکی نیست. سری هم هست اینجوری، سری هست ولی استرایکی نیست بچه‌ها. می‌بینی منتظر یه مردخوری پیدا کنه بره تو، یه روزنه پیدا کنه بره تو، ولی اگه واحد تا اینجا بود بچه‌ها واحد یه استرایکر قویه برامون زمینگیرش می‌کرد. خب تا اینجا یه کار که به نظرم واحد تو ایستاده خیلی میتونه بهتر این رفیقمون عمل کنه. خب کیکوس خیلی ضرباتی هم که میزنه بابا سبکه. آره حالا مهم تو زمینیه، اومد زمینی کرد داستان، ببینیم تو زمین چه اتفاقی میفته. اوه معلومه کشتیگیره
قهاریه، خیلی قشنگ طرفو چپ کرد. آره تو اون بازی واحد تونس یعقوب تو زمین خیلی خوب نگه داره، خیلی سوار شه، ولی این فایتر فکر کنم یه جوری تو زمینی بتونه واحد اذیت کنه. بچه حتی این فایتری هم که باش فایت کرده اصلا یه چیزی نیست، ببینی که فایتره این خلو رفته تو دست مکس، ولی واحد این فایتره خب چقدر سریع در اومد. خب چند تا آپر میان تو صورت هم دیگه جب میزنه، شبیه مبارزه خیابونی ها فایت میکنه، ببینید اینجوری اینجوری. آره لختی بازی، لختی بازی گردن کلفتی. خب این حلیفمون هم با اینکه بچه سوسوله ولی خیلی خوب فایت میکنه، میدونی رقص باحالی داره. آره جاب زد. ببین یه پوینت، یه پوینت دیگه هم که واحد میتونه داشته باشه بره مثلا فایت های این رفیق اون مکس نیا کنه، میبینه که خیلی از وقتا گاردو چیز میکنه، میبینی یعنی یهو گارد میگیره میزنه دوباره گارد میزنه. چه موقعی ول او یا کیک، ببینی اینجا دیدی یا اوور چپه شد روش، میگه هیچی نیست اینجوری. استایل مبارزش باحاله، ولی باحاله. آره علاوه قدرت بدنی هم خیلی قویه، ولی خب بخوای نگاه کنی بیشتر انگار هدفش اینه که معروف شه. نه مثلا حالا جدا از اون این هم هست، بعد هدف دیگه شم توی فایت زمین زدن حریفه، میدونی کشتیگیره. آره. یه ذره کار سخت میکنه برای باحال، جذاب داره اصلا، جذاب وای میزه، هیچ کاری هم نکنه جذاب. اونم رقصای مختلفی میره. البته این رقص ما رو موقعی که با واحد میخواد چیز کنه کارساز نیست، وقتی یه فایتر خفن بهش بخوره. من یه فایتر دیگه شدیدم یه حریفش اومد اصلا در خون غلطان نی حریفمون مکسو، اگه یه حریف قدر بهش بخوره که نمیتونی رقصا رو بزنی، میدونی وقتی یکی باشه که بهت حمله کنه 100% رقص نمیتونی بزنی. خب تو زمینی بهتر تا عمل کرده. بچه یه آنالیز ریزم زدیم از حریفش مکس و شما بگید توی کامنت ها نظرتون چیه، نظرتون کلا در مورد این شخصیت چیه. من 60 میدم به واحد، من 60 میدم به واحد احتمال بردو، به خاطر اینکه واحد ایستاده خیلی قوی تا به نظر میتونه عمل کنه، و جدای از اون اصلا شما برین تعداد باختش رو نگاه کنین، این حریف اصلا باختش خیلی زیاد بوده. واحد دو تا باخت داشته که دو تا باختش هم به نظر اصلا زیاد به چش نمیاد، 8 فایت برده و به نظر من این پوینت مثبت میتونه بهش بده، و امیدواریم که بتونه فایت بعد این فایت دومش هم توی اوکتاگون ببره، پیروز بشه، پرچم افغانستان رو بیاره بالا. آره شهرش هم بچا بنویسید، یکی اسم شهری که قراره تو این فایت براش توش برگزار بشه بنویسید، و یکی اینکه اگه تونستم تاریخ مسابقه رو حتما تو همین ویدیو براتون میذارم که تاریخش هم ببینید، و خلاصه منتظر باشیم که این اتفاق به زودی بیفته. سازمان هم دست کم نگیرید، بزرگترین سازمان های اروپا، بزرگترینه، بزرگترین سازمان اروپا، بزرگترینه برای بکس. بریم آخرین فایت واحد هم در مقابل یعقوب بهنیک ببینید که تو همین سازمان برامون کتلتش کرد و برنده شد برای اولین بار. تا ویدیوی بعدی، بدرود.